دوم یه توتی که خطهای افقی داره، حالا خطهایی که حالت شکستگی، رگه های سفید، سیاه، هر ناخالصی که شما تو دوم توتی از ابتدا تا آخر نگاه بکنید، اگر هر خطی که اضافی بود روی دوم، علت پدیدار شدن اون خط دو سه تا عامل میتونه باشه به غیر از سوء تغذیه و کمبود مواد مغذی و اون مایکرونوتریئنت ها و مواد معدنی و مایکرومینرال ها و آمینو اسید ها و غیره، یعنی سوء تغذیه، کمبود املاح معدنی و کلسیم، عوامل دیگه هم میتونه باشه. حالا مثل بیماری فساد پرد، اول رو دوم همیشه اثر خودش رو میذاره. دوم خیلی حساس تره. شو به توتی رو دومش رو مثل پنج اینجوری باز بکنید، نگاه بکنید. نباید رگه های خیلی زیاد اضافی داشته باشه، ناخالصی نباید توی دومش دیده بشه. و اینکه حالا چرا این خطهای اضافی ممکنه توی دو ناحیه دوم یه توتی ایجاد بشه؟ یک، استرس. وقتی ما میگیم استرس، ممکنه بعضیا استرس رو با بازی کردن ها و اینا اشتباه بگیرن، مثلا به اعضای خانواده بگن ببین باهاش دنبال بازی نکن، باهاش بازی اینجوری نکن، تهاجمی بازی نکن، ممکنه که استرسی بشه. اون هیجان فرق میکنه. استرس منظورم اینه که مثلا یه نفر مثل یه پرنده فروش یا یه دامپزش یه دفعه اینو تو حوله نگیره، این هی جیغ بزنه، یا اینکه یه وسیله‌ای که ازش وحشت داره رو نزدیکش بکنید، این خودشو بکوبه به این برون بر. کاری نکنید که فول استرس بشه، استرس برش داره. این باعث میشه که خطهای افقی ناهنجاری روی ناحیه دوم پدیدار بشه و این خیلی خطرناک هستش. اگر دقت کرده باشید، من یه ویدیو یکی دو ماه پیش گذاشتم که توی اون ویدیو که بارگذاری کردم یه تعداد کبوتر رو پول دادم آزاد کردم، بعد چندین بار به اون شخصی که فروشنده بود بهش میگفتم که دوم اینا رو نکش. به این خاطر استش که لحظه‌ای که پرنده ها دچار استرس میشن، همه پرنده ها به این صورتن. دو تا بال دارن، میتونن با همون دو بال پرواز کنن، اون لحظه فرار کنن برن. لحظه‌ای که استرسی میشن، ناخودآگاه دومشون شل میشه که اون شکارچی بتونه اون دوم رو تو دستش بگیره، فکر کنه چیزی به چنگ آورده و خود پرنده اون لحظه فرار کنه بره. به خاطر همین بودش که من دائما میگفتم به هر حال موضوع استرس و رابطهش با دوم به این صورت هست. اگر استرس زیاد به پرنده وارد بشه، خطهای افقی سفید رنگ، حالت ترک ترک روی ترکهای مشکی روی دوم پدیدار میشه که نباید اینطور باشه. و اگر خیلی زیاد باشه دوم میریزه، همونطور که عرض کردم، مثل موقعی که یک تومه واقع میشن، شکارچی میخواد اینا رو بگیره، دومشون رو به جا میذارن، خودشون میرن و افتادن یک باره چندین پر، اونم پرهای دوم که خیلی طولانی ترن و طول میکشه که رشد بکنن، کلی مواد مغذی از بدن اینها استخراج میکنه تا صرف ساخت و شکلگیری و رشد دوباره اون پرها بشه. به خاطر همین ازتون میخوام که به دوم توتیتون خیلی بیشتر اهمیت بدین. از این به بعد میخوام که قسمت قسمت آناتومی بدن توتی ها رو به طور مثال از پوست پا، از ناخون تا کلیه اعضای داخلی خارجی، دونه دونه در رابطه باهاشون صحبت بکنیم. غده چربی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره، غده چربی هستش، چیزی که بالای دوم قرار داره. یه غده هستش که بالای ناحیه دوم هست و وقتی که پرنده میخواد عمل روغن کشی رو انجام بده، یعنی سرش رو بر میگردونه، لحظه که آرامش داره، اگر دقت کرده باشید بالای دوم اون یه قده ای رو با نوک زبونش لمس میکنه و چربی که ازش
استخراج کرده رو میاره میماله به شاپرا، تیزه ها و غیره و احساس شادابی میکنه. حالا گاهی وقتا این قده چربی کاملا خشک میشه. چه اتفاقی میفته که این قده چربی خشک میشه؟ از عواملی که باعثش میشه خشکی زیاد محیط، نخوردن غذاهای معطر مناسب مثل جعفری، جوانه ها، انواع میوه‌جات و غیره، اما قرار گرفتن تو مکانی که دمای خشک داره مثل رادیاتور، شوفاژ، از چیزهایی که خیلی باعث افتخار من هستش. من موارد خیلی زیادی رو طی سالیان سال نوشتم توی اینترنت، توی وبلاگم، که خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که به زبانهای مختلف برگردان شد. یعنی تو کتابهای که از انگلیس برام میومد بعد از 5 سال میدیدم که همون چیزهایی که من نوشتم در رابطه با شوفاژ و خطراتش و عوارضش که پر پرنده رو خشک میکنه، در رابطه با تاثیر آینه، و این نشون میده که اون نویسنده ها وبلاگ من رو نگاه میکردن. حالا ممکنه که منبع رو ذکر نکرده باشن، اهمیتی برام نداره. اگر قرار به ثابت کردنش باشه، من انتهای همین ویدیو براتون مستنداتش رو میذارم که سال 82 من اینا رو تو وبلاگم نوشته بودم. بعد این کتابه چه سالایی منتشر شد، ولی نیومدم الان در رابطه با اینا فقط صحبت بکنم. و حالا منظورم اینه که چیزهایی که بهشون دست پیدا کردم، مثل از موارد دیگه که به همین صورت بود و خیلی خوشحالم، عوارض مصرف بادوم زمینی بود. این رو هم من خیلی سال پیش بهش پی بردم که بابا بادوم زمینی به غیر از اینکه کبد رو چرب میکنه، توش کپک و قارچ و اینا هستش و باعث مرگ میشه. ببینید یه موضوعی رو بهتون عرض بکنم، تجربه‌ای که من دارم، من نیومدم به هیچون بار اینجا منم بزنم، خب، ولی دقت بکنید، شخصی مثل من دیگه تو تاریخ فکر نمیکنم تکرار بشه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه تو کشور بیقانونی به زندگی بکنه و این دل و جیگر رو داشته باشه که هزاران هزار توتی وارداتی خرید بکنه. شب و روز من 13 سال توی اتاق کنار اینا خوابیدم. دیوانه کننده بود سر صدای اینا. اصلا من تعجبم که من چطور، واقعا فقط عشق بود و درآمدی که ازش حاصل میشد، راه دیگه‌ای بلد نبودم. اما واقعا اون عشق خیلی تأثیر بزرگی داشت، باعث می شدش که هر لحظه من نکته برداری بکنم از حالات و روحیات اون توتی های وارداتی. بیماری هایی رو من می دیدم که هرگز هیچ دامپزشکی نه تو ایران نه تو خارج کشور اصلا با اینا سرکار نداشته. به هر حال تجربیات بسیار ارزشمندی با خودم دارم که وقتی شروع کردم کتاب زندگی با توتی رو بنویسم، حیفم اومد که خدای نکرده زبونتون لالیه موقع اتفاقی برام بیفته، ولی اینها رو درج نکرده باشم جایی، اینها رو به صورت سیدی های آموزشی یا حالا فیلم هایی که تو یوتیوب و آپارات و جای دیگه بارگذاری میکنیم بارگذاری نکرده باشم. اینها رو آدم نگه به ضرر حیوونا میشه. من به خاطر شما حالا این کارا رو نمی کنم، به خاطر اینکه حداقل تجربیات تلخی که داشتم، استرس هایی که وای وای، واقعا قدیم اینطوری نبودش که بار توتیا میمد یه مش آدمایی که از پاکستان اینا رو قاچاق میکردن، هر چی بهش میگفتی بیشور بفهم اینو نباید مثلا شیلنگو اینجوری بکنی تو دهنه این، بکنی تو دهنه اون، اینا رو بهشون بدی بخورن، همینجور کثیف کاری. بعد می اومدن، باور نمی کنید، من اکثر وقتا متضرر می شدم به خاطر اینکه نمی تونستم جلوی احساسات خودم رو بگیرم. توتیا رو می دیدم تو اون وضعیت، هم می گفتم شاید این دفعه بتونم خوبشون کنم، گوره بابای پولش حداقل اینا رو نجات بدم، و خرید و انجام میدادم و میشستم شب و روز، استرس، ناراحتی، سرمایه‌ام بارها رفت، چقدر آسیب دیدم.